آشنایی با منوهای حلقوی در نرم افزار لبویو. خب تا به اینجا با اکثر قسمت های صفحات بلوک دیاگرام و فرانت پنل آشنا شدیم. آخرین قسمتی که در اینجا وجود داره منوهای حلقوی هستند که برای چیدمان المان ها میتونید از اونها استفاده کنید. این منوهای حلقوی هم در قسمت فرانت پنل برای شما قابل دسترس هستند و هم در قسمت بلوک دیاگرام. خب اولین قسمتی که در اینجا وجود داره قسمت Align Object هستش که قسمت‌های مختلفی داره. می‌بینید برای چیدمان المان‌ها استفاده میشه و تنها پس از انتخاب المان‌های مورد نظر می‌توانید یکی از گزین‌های این منو رو انتخاب کنید و بعد از انتخاب منو می‌بینید که شکل المان‌های شما به صورت اون قرار می‌گیره. می‌بینید که میتونه به صورت تاپ ایج باشه، به صورت ورتیکال سنتر باشه، یعنی خطی رو از مرکز المان های شما رد کنه، یا به صورت های دیگه‌ای که در اینجا نمایش داده میشه. قسمت بعدی که داریم قسمت دیستریبیوت آبجکت هست. گزینه های این منو همینطور که در شکل مشاهده می‌کنید برای تنظیم فواصل بین المان‌ها در نمودار بلوکی و صفحه پنل به کار میره. تصویر اجزای اون رو می‌بینید که می‌تونید این کار رو به صورت‌های مختلف برای خودتون انجام بدید تا چیدمان بهتری رو در صفحه فرانت پنل و بلوک دیاگرام داشته باشیم. قسمت بعدی که داریم قسمت ریسایز آبجکت هستش. با انتخاب چند المان و انتخاب گزینه های این منو میتونید عرض و پهنای المان ها رو تغییر دهید و هم اندازه کنید تا المان های شما شکل ظاهری بهتری رو در صفحه پنل داشته باشن. فرمان دیگه‌ای که وجود داره فرمان ریوردر هستش که این هم از بخش های مختلفی تشکیل شده. من اگر اونو باز کنم در اینجا میبینید که شکل ظاهری فرمان های ریوردر با فرمان هایی که در آیکون های قبلی وجود داشت فرق داره. با استفاده از قسمت هایی که در ریوردر وجود داره میتونید به عنوان مثال یک گروپ رو برای خودتون ایجاد کنید. با انتخاب همزمان چند المان و فعال کردن این گزینه المان های انتخابی به گروه تبدیل میشن که در این صورت تنها با کلیک روی یکی از اونها تمام گروه برای شما قابل انتخاب خواهد بود. آن گروه خلاف گروه هستش و گروه هایی رو که شما ایجاد کردین رو برای شما ناپدید میکنه. لاک به این صورت هستش که میتونید المان مورد نظر خودتون رو در جایی که قرار داره ثابت کنید تا حرکت یا تغییر نداشته باشه و آنلاک هم برخلاف حالت بالایی این کار رو انجام میده. فرمان های دیگه ای که داریم موو فوروارد و موو بکوارد هستش که المان انتخاب شده رو فرمان موو فوروارد روی المان های دیگه قرار میده و موو تو فرانت که تقریبا مشابه موو فوروارد هستش المان انتخاب شده رو روی دسته از المان های دیگه قرار میده. برای تغییر در محل المان ها میتونید از این فرمان ها استفاده کنید که میبینید هر یک از این فرمان ها یک کلید اختصاصی هم داره که میتونید از اون هم استفاده کنید. اما یکی دیگه از فرمان هایی که فقط مخصوص به بلوک دیاگرام هستش فرمان کلین اپ دیاگرام هستش. این منو جز منوهای حلقوی محسوب نمیشه ولی با دیگر منوهای حلقوی ارتباط داره، به همین خاطر من این رو در این قسمت خدمت شما ارائه میدم. اگر شما این آیکون رو انتخاب کنید و فعال کنید تمام آرایه ها و تنظیماتی رو که در بلوک دیاگرام خودتون ایجاد کردین رو به صورت مرتب شده برای شما نمایش میده. خب در اینجا چون هنوز ایجاد آرایه ها رو با هم کار نکردیم به همین خاطر ما آرایه ای نداریم. در قسمت های بعدی که با آرایه ها آشنا بشین با مثال های این قسمت نیز آشنا خواهیم شد.